وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. از ابی نجیح ارباز ابن ساریه رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را پند داد، پندی که دلها از آن ترسید و چشمها را اشک آورد. گفتیم: ای رسول خدا، چون این می نماید که این پند وداعی است، پس ما را سفارش ده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: شما را به ترس از خدای عز و جل و فرمان برداری از امیرم، یعنی فرماندار یا رئیسی که منصوب کرده ام، سفارش می کنم، اگرچه برده ای بر شما امیر شود، زیرا کسی که از شما باقی بماند و عمری طولانی کند اختلاف بسیاری خواهد دید. شما را به گرفتن پیروی راه من و راه خلفای راشدین که هدایت شده اند تشویق می کنم. این سفارش را با بن دندان عقل خود بگیرید و شما را از راه های نو و جدید که برابر با راه من و خلفا نیست برحذر می دارم، زیرا هر نو و جدیدی در دین بدعت است و هر بدعت گمراهی است.